دوستا، هر کجایی که هستین خدا کنه جور صحتمند سر حال باشین و خوش آمدین به یکی دیگر از گزارش‌های ما. در ولسوالی جبرسلاج ولایت پروان هستیم و خواستیم که یک گزارش برای شما داشته باشیم از قصر یا ارگ زیبای شاهی در جبرسلاج. دوستای ارگ در زمان امیر عبدالله خان پدر شاه امان الله خان در سال 1907 به امر و فرمان امیر عبدالله خان ساخته شد و در سابق این قصر را به نام سراج الانصار یاد می‌کردند. ای ارگ در دوران حاکمیت طالبان 90% آسیب دید و شاه سابق از این قصر به عنوان یک تفریحگاه استفاده میکرد. ما هم میخواهیم که داخل از این قصر برم و صحبت داشته باشم امر یکی از مسئولینش و معلومات بیشتر بر ما و شما بده. اجازه ما آمدیم به جبرسلاج و میخواهیم که دوستا هم معلومات بیشتر بفهمند درباره این قصر و درباره بازسازی از این قصر دیگر. خودتان برای ما معلومات مختصر بدین. قصر جبرسلاج در مجموع که به نام ارگ شاهی جبرسلاج هم یاد میشد که شامل 36 جریب زمین است و در محوطه‌ای که ما شما قرار داریم این خود تعمیر قصر است و امرای احاطه حیات اولیش و حرمسرای مکان اصلی دیگه اینجا است. مکان اصلی است. تو بیرونش که ساعات تفریحی و مکانای بازش است و همچنان قبلا برتن داوری کردن دروازه و برجاش است. فعلا در موقعی که ما شما قرار داریم خود تعمیر اصلی قصر است که در منزل اولش ما شما قرار داریم که شامل منزل اول از این شامل دو سالن کلان، چهار دروازه، چهار اتاق بزرگ و چهار دهلیز است. بله. که ما شما فعلا در اینجا قرار داریم. خیلی خوب. همین به خاطر طرف منزل اول باز بعد شما منزل دوم. دیگه خودتون باز بفرمایید شما پیش برید. شکر. نه شما بفرمایید. بله ما فعلا داخل قصر شدیم و این هم چک زینه مقبول است. در خواب ما دیده بودم که من یک زینه رو باید ببینم. زینه چی میگن؟ ملکه و شایا است نه؟ در حقیقت این قصر شاهی است. این باید اینطور یک چیزی باید باشه. باید چیزی باشه که در بیرون مشمول شما رو نیده باشه. در منزل دوم هستیم و یک چیز را که من متوجه شدم جناب عیار صاحب که اینیا برام سر جالب است. این کلا تخته است که خودتون جور کردین؟ تمام نجاری که شما اینجا میبینین با توسط نجارهای بسیار فنی و ماهر افغانستان اعمار شده یا به اصطلاح ساخته شده. مثلا مثلا ما یک مربع برای شما مثال میدیم. این مربع ده دقیقه را که شما میبینین این از چهار پارچه تشکیل شده. یعنی شما تصور بکنید که تمام پارچه ها را که ما حساب بکنیم به هزارها پارچه میشه که یا بسیار با ظرافت با دقت با میلیمتر قالب شده که پول به پول میگیریم و مربع تشکیل میشه. بله چه یک فضای مقبول دلواز تمام جای برات معلوم میشه و او طرف چه یک کوههای مقبول است. از لحاظ شکل هندسی و ساختمانی این ساختمان هیچ نوع تغییر با قبلش نداره. همین قسمی که شما فعلا میبینید فکس همین قسم قبلا در 105 سال قبل یه قسم بود. 105 سال قبل و ما شما شاید قبلا عکسای دیده دیده باشین که این فقط یک سه چهار دیواری که جمانده بود یعنی تقریبا 90% ویران شده. دیدیم و ما تمام دیوارها دیده اثر به اصطلاح کال چگافی کردیم خاکای دیده برداشتیم تهدابای دیده پیدا کردیم مطابق تهدابای دیده مواد دیده تست کردیم که از کدام مواد استفاده شده پس دوباره مواد دیده تهیه کردیم مواد خاصی که در اون صورت گرفته مواد خاص آبداتی که چونه و گچ و بعضی مواد دیگه که بوده به نام منج میگن اگر بعد دوستا فهمیده باشه با ما او را دوباره پس از اون قسم آباد کردیم و همین چوبی را که شما میبینید قبلا هم همین چوب در این قصر کار شده. خیلی خوب. یکی از برنده هایی که ما بیشتر در مورد ما شما صحبت کردیم که شمالی بله. و شرقی و غربی بود این غربی هست. ای به سمت مربان و سمت شارهایی که سالنگ به طرف کابل میره و سمت سوی چارکار قسمت غربی ازی قرار دارن که فیلن در قسمت غروب آخو ما شما در قبان قرار داریم. بله این صفحه و اون صفحه از دهات مساحت و از دهات اندازه و از دهات شکل دارن بکنم که شما قبل اون دیدیم دهاتش نمایش کنی شکل چیز هست اما فقط دید ازی یا به اصلا چشمندو ازی فرق. حالا هم داخل حرمسرای هستیم و بر ما میگن که حرمسرای چونه جای است.
اویلی و خود قصر است که یک منزل است و به شکل گنبدی یا به شکل گل ساخته شده و هم قسمی که شما می‌بینید مساحت شما از چوب ارچه کنر استفاده شده کلش یک چوب است دارای 30 اتاق است 30 اتاق که 13 اتاق از اتاق بزرگ است و 17 اتاق از اتاق کوچک است یکی از اتاق بزرگ ما خود قرار داریم و این قسمت هم قسمت و ایچه قدر یک مقبول معلوم میشنی اما تو گرد آگرد از یک جایی که بسیار مقبول و نمای بسیار مقبول داریم بسیار به هر قسمت از این که آدم ببینم یقینا آدم دو یک مقبولی خاص میبینم یک بینش مهندسی یک بینش انجینری دو یادم میبینم من خواهم تو فکر میبینم قسمت دیگه از این قصر هستیم و اینجا هم برنده های از مو حرمسرا هست که به شکل دیگه هست اینجا تقریبا مشابه هست اما کم با کم تفاوت قسمت داخل داره برندهش بود برنده یک پیشتر ما شما در قرار دستیم تقریبا یک چیز هست کم مشابه یک دیگه هست چقدر نفر کار کرده این قصر به خاطر بازسازیش؟ در این قصر در ابتدا از مقتدا در انتخاب در وجود روزانه 600 از 500 تا 600 نفر روزانه کار میکنن هم کارگر ماهر و هم کارگر غیر ماهر روزانه مشغول کار بوده از محیط و منطقه و محاوری که اطلاق جلسانی بود از جای یکم بزرم بعضی کارگر فنی و بعضی کارگر ماهر آبیداتی و ما از ایگه ولایتان که ضرورت بوده ما خواستیم بودم تمام اینجورای کار کردن نجا کش از این کشور خود ما بودن نگه مکمل مکمل هیچ مواد از خارج نیست و هیچ مور از خارج نیست و هیچ اینجوری یه شخص اینجوری از خارج نیست و در روی حوالی قصر یک دونه حوض بسیار مقبول است که این حوض هم دیگه در سابقه هم قسمی که بوده به اون شکل دوباره جور شده بله ما فعلا در قسمت مرکزی حیات خود قصر قرار داریم که در این قسمت تعمیر خود قصر است و در اطراف از این حرمسرای است در قسمت مرکزی از این یک حوضی که از در ابتدای اعمار قصر این حوض وجود داشته و دوباره مورد بازسازی قرار گرفته این ساخت یزیدی که شما میبینید با سنگ‌های طبیعی کوهی سنگ وردک اینا هر کدوم از این سنگ شما می‌بینید هر کدوم سنگ جدا جدا با ماشین تراش شده یعنی با ماشین دستی تراش شده یعنی سنگ‌هایی نیست که فابریکه تولید کرده باشه ما ورده باشه ما جور کنیم مثل کاشی و سرامیک از بازار می‌خرید با ابعاد مشخص هندسی فروش میشه قسم نیست هر کدوم از اینا رو شما می‌بینید برای هر کدوم از این معمارای خود افغانستان شما این قسمت رو ببینید ارزش کم است این قسمت که میرسه ارزش کلان میشه به خاطر که این قسمت دایره‌ای دیگه بوده بود این سنگ شکل شبه خود بگیرم شکلش باید متفاوت باشه اگه این چهار پنجا میبود این شکل نمیدون بله هم در قسمت داخلیش هم در قسمت بیرونیش و اون قسمت هم سنگ های گزک کار شده و این سنگ هایی هست بسیار از مقامات بسیار خاص و خوب برخوردار است که راحت براتون گفتم میتونم که 200-300 سال یا عمر دارن هیچ خرابی نمیشه خدمت شما بسیار تاریخی است بسیار مستحکم و محکم است خیلی خوب اینجا سیستم کانالیزاسیونی است که در زمان قدیم یا در ابتدای ساخت قصر در نظر گرفته شده که اون با شکل گنبدی و شکل گول است و اطراف دار تا دار قصر ای احاطه میکنه و سیستم آب رسانی شما است از این طریق آب آبراو خود قصر خب از اینجا داخل میشه و از قصر بیرون خارج میشه نه تنها سیستم کانالیزاسیون بوده سیستم چیزان بوده سیستم مثلا فرض میکنم در گذشته ها یا در زمان قدیم اگر کدام مسئله امنیتی پیش می‌آمد از این طریق می‌دونستند که از یک منطقه جای پنهانی بوده برای پنهانی بوده که و یک راه خروجی هم به قسمت خود دریاست همی کانال داره فعلا تا قسمت نزدیک قصر حفر شده پاکاری شده و طرف پایینش فعلا ما رو دست نداریم به اطراف قصر ما در نظر گرفتیم هم از کانالیزاسیون استفاده میکنن و هم احتمالا راه فرار یا کسی میخواست از یک منطقه به دیگه منطقه بره آسان خب حالا ما کجا هستیم؟ ما فعلا در قسمت برجی قرار داریم که به نام جبهخانه عمومی مسمی بوده در اصل جبهخانه عمومی یعنی ارگ تقریبا 10 برج داریم که 3 شکل دارند یک شکل که جبهخانه است و 3 و دایروی است و 4 گوشه و تقریبا دیگه برجای دیگه دیگه از نیم دایروی است نیم دایروی است 4 برج دایروی است و 6 برج نیم دایروی است که به نام جبهخانه عمومی مشهور بوده و در قسمت از اون تیرکش ها داره به منزل اولش و در منزل بالایش هم بسیار یک شکل منظم نظامی وجود داره در قسمت بله شما باز از طرف را دارم و شما میرون به نگیدون
بیشتر با شما اشاره کردم برج جنوب غربی قصر است. بله. که به نام جم کل جم مالوک میشه. به خانه عمومی یاد میشه. در خدمت منزل اول مفهوم بشه دیدیم که منزل اول شما تیکشای سه چهار تیکش در قسمت وجود داشت به خاطر امنیت منزل اول. بله. در قسمت بالام که به خاطر امنیت نظامی شما مشاهده میکنید تیکش وجود داره در قسمت بالام. تیکش اسوانه؟ تیکش به معنای اینکه در زمانهای گذشته جنگ بود که شده بود از طریق قطع اسلحه از موضوع یا از منطقه خود دفاع میکنند از قصر دفاع میکنند. بله. و حال کجا میریم؟ و حال میریم به طرف دروازه عمومی، جایی که به اصطلاح دروازه عمومی کلان است. بسیار کلان است، بسیار یک آثار تاریخی یا بخشی آبادی بسیار مهم هم دارد. فعلا زیر کار آمده، کمش مانده. جای هستیم که دروازه عمومی قصر امیجا هسته و اینمی دروازه کلان عمومیش می باشه. بله، ما در قسمتی که قرار داریم دروازه عمومی قصر امیجا هسته، بر شما گفتم که قصر جبسراج یا ارگ شاهی جبسراج هفت دروازه داره. سه دروازه در قسمت شمالی قرار داره و سه دروازه در قسمت غربی قرار داره. یک دروازه در قسمت جنوبی که دروازه عمومی است. عمومی کلان. این قسمتی که ما شما قرار داریم، این دروازه به شکل بسیار واضح دیده میشه و کارم بیجان داره. در اطراف از این اتاقهای وجود داره که اتاقها به اصطلاح اسبخانه میگن. در زمان قدیم که اسبا رو اونجا استاد میکنن، اتاقها در این طرف و در اون طرف پشت سر است و این دروازه عمومی است که ما وارد قصر میشیم. قسمت اول از این منزل اول از بعضی اتاقای اداری و اتاقای پیرهدار خانه است و در قسمت منزل دوم بخش ببخشید قسمت منزل اول از یک از پیرهدار خانه است. منزل دوم از یک از اتاقایی است که برای اتاقای نظامی و اتاقای اداری کنترل کلی قصر است. خیلی دروازه هم یک دروازه نظامی است، دروازه عادی نیست، منزل دومش قدیمی نظامی است. خب ما این داخل قصر بخیر. مثلا مقبول است و یک نمای بسیار خوبش داره. این قسمت را که میبینید نمای داخلی دروازه عمومی است که از دو سبکار گسته شده. یکی سبک اسلامی، معماری اسلامی است و یکی سبکای معماری قدیمی است که در صدق کار گسته شده. این سبک یک قسمت شما دیده باشید دو اونجا؟ نه قسمت هلال. یک قسمتش به شکل محراب است، به شکل گول است. یکی به شکل محراب است، به شکل معماری اسلامی. گولش به شکل معماری قدیمی قبل از اسلام است. شاید به دوران سابق بوده باشند. دو سقف کار گسته شده. بله. دوستای عزیز، قصر شاهی جبلسراج قسمت زیادی کارش تقریبا تمام شده و فقط بعضی قسمت ها که رنگ و روغن و دکوریشن یا به اصطلاح تزینش است باقی مانده که به زودی به خیر خلاص میشه. دوستای عزیز، این بود گزارش ما از ولسوالی جبلسراج ولایت پروان از قصر یا ارگ شاهی جبلسراج که بر شما داشتیم و خدا کنه که شما هم بیننده گزارش ما بوده باشین. اگر میخواین برنامه خوب بر شما داشته باشین، پس چنل یوتیوب رو حتما سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت یادتان نره. هر کجایی که هستین خدا نگهدارتون.